بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك،
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وأنئم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بار خدايا ما را وبینندگان موحد ما را در پناه خود نگهدار. ما به کلمات تامه خود تو از هر شیطانی و از هر درندهی و از هر زخم چشمی به کلمات تامه تو پناه میبریم، به صفات اولیای تو و به اسماء نیک تو پناه میبریم، از شر آنچه خلق کرده اید، از شر آنچه که از آسمان به زمین می آید و از شر آنچه که از زمین سر بلند می کند، از شر فتنه های شب و روز، ای رحمان ای رحیم به تو پناه می بریم. پروردگارا ما خود و بینندگان موحدمان را از زوال نعمت ها، از تحول عافیت و سلامتی و از نقمت ناگهانی و از همه سخت و گرفتت همه من را در پناه تو نگه می داریم. ای پروردگارا ما از پیسی، از جنون، از طاعون، از امراض بد همچنان که پیامبرت به ما آموخته به تو پناه می بریم و شکرت را ادا می کنیم که مثل مشرکان به سوی قبرها و مردها و بقیه مخلوقات نمی رویم. ای پروردگارا ما از تقدیر بد و از غصه قلب و از ضیق زندگی به تو پناه می بریم. ای پروردگارا از هر مرضی، از هر وبایی، از هر دردی، از هر کدورتی، از هر غمی، از هر هم و رنجی، از سرنوشت بعد، از همه شرارت ها ما و بینندگان موحد ما را حفظ بفرما. ای پروردگارا ما از گرفتگی، از رنج، از حزن به تو پناه میبریم. پروردگارا از صحت و سلامت و عافیت و ستر و رحمت و مغفرت و بخششت را تقاضا میکنیم. پروردگارا آیات منجیاتی را که بر پیغمبرت نازل کرده اید، این آیات وسیله دعای ما به سوی توست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. بینندگان ارجمند، بعد از عصر و حتی بعد از مغرب وقت استجابت دعاست. دست دعا برداریم سوی خدایمون، سوی پروردگارمون و این آیه را میخونیم که پروردگارا جز آنچه را تو بر ما نوشته اید به ما اصابت نخواهد کرد،
مولای ما تو هستید، ولی ما، ولی مطلق ما، قیوم ما، سرپرست ما، تنها و تنها تو هستید. نه امامی کاریست و نه مأمومی، نه بزرگی، نه کوچکی. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و مؤمنان فقط بر خداوند توکل میکنند. مشرکان بر امامها توکل میکنند، بر پیغمبران توکل میکنند، بر شیخا توکل میکنند، بر پیر و پاتال و قلندر و مست و این و آن توکل میکنند، اما مؤمنان فقط به خالقشون و به مالکشون. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. خداوند و پیغمبرش میفرماید که اگر ضرری بهت برسه، برطرف کننده اش جز خداوند نیست. مشرکان میگویند نه خیر، برین سراغ قبرها، برین سراغ آل بیت، برین سراغ مسیح، برین سراغ مخلوقات. حرف کی درست است؟ خداوند راست میگوید و دیگران دروغ میگویند. و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و ان یردک بخیر فلا راد لفضله. اگر خداوند خیری برات بخواد، هیچ کسی نمیتونه اون رد کنه، هیچ کسی فضل خداوند را نمیتونه رد کنه. یصیب به من یشاء و من عباده، هر که از بندگانش را که بخواهد فضلش را به او میرساند. و هو الغفور الرحیم، و بخشنده و مهربان اوست. ای پروردگارا، فضلت را شامل ما و بینندگان و موحد ما بفرما. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه رزقش بر خداونده و قرارگاه و پناهگاهش و همش در کتاب مبین خداونده، و خداونده که اونا رو میدونه، کسی دیگه اونا رو نمیدونه. اینی توکلت علی الله ربی و ربکم، همانا من توکل کردم، توکل ما بر الله است که پروردگار ما و شماست. ما من دابت الا هو آخذ من ناصیتها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه مهارش دست خداونده. ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار ما بر صراط مستقیمه. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، و هو العزیز الحکیم. در رحمتی را که خداوند بکشاید، هیچ کسی نمیتواند ببندد، و آنچه را که ببندد، هیچ کسی نمیتواند بعد از اونو باز کند، و شکست ناپذیر و با حکمت اوست. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم، مثل هر جنبنده ای که رزقش را حمل نمی کند، خداوند به اونها رزق میده و شما را، و شنوا و آگاه خداونده. یعنی شنوای دائم و آگاه دائم فقط خداونده، نه این مردگانی که مشرکان امام پرست خدایشون کرده اند، یا غیر امام پرست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگر شما بپرسید که خالق آسمان ها و زمین کیست، میگویند که خداوند. قل افرئیتم ما تدعون من دون الله، به من بگید که پس اون چرا که غیر از خدا میخونید اینا چیه؟ امام غیر از خدا هست یا نه؟ امامزاده غیر از خدا هست یا نه؟ عیسی غیر از خدا هست یا نه؟ مخلوقات غیر از خدا هستند یا نه؟ و رضا هر کسی غیر از خدا را بخواند، او را خدا قرار داده است. در جنگ با قرآن است، در جنگ با خداست. ان ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره، آیا اگر خداوند بر ما اراده ضرری بکند، بقیه میتونه ضررها رو کشف کنن؟ امام و امامچه و بیلچه و امامزاده و اینا میتونن ضرر دفع کنن؟ اگه میتونستن چرا خودشون مردن؟ او ارادنی به رحمتین هل هن ممسکات و رحمته، اگر خدا بر ما خداوند این حرف ها پیغمبر عظیم و شانش میزند،
بگو اگر خداوند به من اراده رحمتی کند، آیا این بت‌های شما لات و منات و عزا، امروز امام و امامزاده و قبر امام رضا و قبر معصومه و قبر این و آن میتونه اینها رو دفع کنه؟ اگر دفع کنه کرونا رو دفع کنه؟ آیا این درس قرن نیست؟ آیا بر ایرانیان، بر شیعیان، بر قبر پرستان، بر مشرکان، بر غیر خداخوانان، بر بشر پرستان، بر عیسی پرستان، بر عزیر پرستان، بر موش پرستان، بر مخلوق پرستان این کافی نیست؟ پس چه بیدارشون میکند؟ قل حسبی الله، بگو الله بر من کافیه، بر مؤمنان خدا کافیه، بر مشرکان برن سراغ خدایانی که درست کرده اند. قل حسبی الله، خداوند بر ما کافی است، علیهی توکل المتوکلون، متوکلان تنها بر او توکل میکنند. خداوند به ما و شما همچین توکلی بدهد، به ما و شما همچین ایمانی بدهد که تنها و تنها بر خداوند توکل کنیم، نه بر بندگان، نه بر مخلوقات. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. حمد بی حد، شکر بی پایان تو را، ای یگان خالق ارض و سما. جز تو ما را نیست معبود اله، مقصد و ملجا ملاذ و همپناه. ما فقط یاری ز تو خواهیم و بس، در مقام بندگی در هر نفس. مستعان ما توی یا رب، فقط استعانت از سوای تو غلط. جز به فرمان تو ای دانای راز، تو غنی مطلقی ای کار ساز. کل عالم را به تنهایی تو بس، خلق محتاج تو اندر هر نفس. یاری تو کل عالم را بس است، جز تو را هر کس بخواند ناکس است. غیر تو عاجز فقیر و ناتوان، جمله محتاج تو اندر دو جهان. استعانت از خلایق ناروا، در اعانت عجز دارد ما سوا. قادر مطلق تو ای ذوالجلال، تو سمیعی و بصیر و لایزال. ما شهادت می دهیم ای کردگار، نیست و نبود غیر تو حاجت روا. هم محمد بنده ای مرسل تو را، بر مسلمانان عالم مقتدا. بی عدد بی حد صلات و هم سلام، بر محمد مصطفی خیر الانام. هم به روح آل و هم اصحاب او، بر تمام عترت و احباب او. ای خدا، ای ارحم از هر مادری، جز در تو نیست بحر مادری. ای خدا، ای ارحم از هر مادری، جز در تو نیست بحر مادری. رهنوان راه حق را حفظ کن، شرک و بدعت را بکن ریشه زبون. بر و تقوا را بکن بر ما نصیب، ای خدا، ای بندگانت را مجیب. صلی یا رب علی خیر رسول، هادی الخلق الی خیر السبل، و علی آله و صحبه اجمعین، وارحم اللهم شافی یا معین. با عرض سلام مجدد، ان الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که در خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را
از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند به فضل و منتش رسیدیم به آیه شریفه 84 از سوره توبه. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا هنوز در کارزار با منافقان هستش قرآن کریم. امروز جلسه 19 همه در این سری آیات که چطوری منافقان رو کشف میکنه، رسواشو میکنه. تازه منافقان اون زمان هنوز 19 همه دین رو تقیه نکرده بودن. منافقان این زمان امامت تراشیدن، 19 همه دین رو تقیه کردن، کل اسلام رو ویران کردن به نام خود اسلام. از ایشان یکی گر بسپرد جان، تو هرگز به مرگش نمازی مخوان. این دلیل بر نماز جنازه. به تکریم بر گور او همه ایست، نشاید بر این گونه مردم گریست. نه این که بگین یک تروریست قاتل مشرک و بگین که شهیده، قهرمانه، قهرمانش بخونی، شهیدش بخونی، مثل سلیمانی خون ریز و خون آشام، مثل خمینی، مثل خامنه‌ای، مثل بقیه جانوران ولایت و کذابان امامت و دجالان ولایت تراش، مسیلمه های زمان. به تکریم بر گور او همه ایست، نشاید بر این گونه مردم گریست. که گشتند کافر به یک تا خدا، 12 تا خدا تراشیدن، 14 تا معصوم تراشیدن. اون موقع هنوز تازه به یک خدا کافر شدن، دیگه 12 معصوم نتراشیده بودن. که گشتند کافر به یک تا خدا، همینسان به پیغمبرش مصطفی. در آن حال بستند رخت از جهان، که بودند بدکار و فاسق به جان. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. این منافقانی که میمیرن هرگز برشون نماز نخون و بر سر قبرش هم مایست، یعنی برشون دعا نکن. انهم كفروا بالله ورسوله، بلکه به خدا و رسولش کفر ورزیدن. از امامت دروغینی که کذابان امامت و دجالان ولایت تراش درست کردند خبری نیست. اگر میبود بنا به زعم منافقان مدعی تشیع، اینجا جاش بود که ذکرش کنه. میفرمود که انهم کفروا بالله و رسوله و امامه. مگه شما نمیگید که امامت از نبوت بالاتره؟ چرا قرآن ازش ذکر نمیکنه؟ برای که دروغی بیش نیست، توطئه بیش نیست، جنایتی بیش نیست. کار مسیلمه های کذاب از خمینی تا کلینی و سردستشون ابن سبا و ابن سلول. و ماتوا هم فاسقون، مردند و فاسق بودند، مقید به دین نبودند. در این آیه شریفه اولا دلیل مشروعیت نماز جنازه بر مؤمنانه، دلیل مشروعیت ایستادن بر سر قبر مؤمنان و دعا کردن بر اونهاست. نه اینکه از مرده ها دعا بخواهید، همه مرده ها به دعای زندگان نیاز دارند. چرا؟ چون
همچون که پیامبر اکرم فرمودن اذا مات ابن آدم انقطع عمله، بنی آدم وقتی مرد عملش متوقف میشه، در بسته میشه، خلاص. اینا میگن نه، این بوتهایی که ما تراشیدیم تازه وقتی مردن سوپرمن میشن. امامی که وقتی زنده بود مریض میشد، میره پیش دکتر دوا میگرفت. خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دکتر میرفت، طبیب میرفت، حکیم میرفت. اینا میگن نه بابا، اماما وقتی میمیرن سوپرمن هستی میشن، عمرای هستی هستند. اصلا شرک بالاتر از این؟ همه قرآن رو چپه کردن، همه اسلام رو چپه کردن، لیکن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر سر قبر مؤمنان میرفت، براشون دعا میکرد. و این نهی مخصوص منافقانه. و وقتی که از منافقان نهی کرده، معنیش اینه که بر مؤمنان جایزه. و ما وقتی اسم کفر رو در قرآن میشنمیم، فکر میکنیم که کافر فقط اون کسی است که به خدا ایمان نداشته باشه. این درست، اینو ملحد میگن، لیکن کفر درجاته، معنیش وسیع تر از اینه. شما وقتی یک حکم خدا رو انکار میکنید، کافر شدید، انجامش ندادید، مثلا فرضیت نماز انکار کردید، خب به اتفاق اومد کافر شدید، فرضیت روزه رو انکار کردید، هر حکمی را که در قرآن اومده انکار کردید، کافر شدید به حکم خدا. یعنی چی؟ یعنی قبولش نکردید. به مجرد اینکه قبول نکردید، یعنی کافر شدید. کافر چیه؟ حکم خدا را قبول نمیکنه. خب لیکن وقتی شما نماز نمیخونید، این هم یه گونه کفره. وقتی زکات مالتو نمیدید، وقتی رمضان میاد روزه، اینم یه نمونه کفره. کفر یعنی چی؟ حکم خدا رو زیر پا گذاشتن. ولذا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه جمله جالبی داره: ثلاثتون انا فیهن رجل، سه موضوعه که من درش مردم، یعنی قهرمانم. ولذا رجل یا مرد در قرآن غیر از نره، نر و ماده، ذکر و انثا، مرد یعنی وقتی در قرآن یا در مصطلحات دینی وقتی میگیم رجل، غالبا مقصود قهرمانه. رجال لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر، مردانی هستند در سوره نور آیه 37، مردانی هستند که تجارت اونها رو، خرید و فروش اونها رو از یاد خدا غافل نمیکنه. اینا قهرمانند، با نفسشون جهاد کردن، جنگیدن. و لا تصلی ولا تصلی على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، بر هیچ کدام از منافقان نماز نگذار و بر سر قبرش وانیست. یعنی چی؟ یعنی این افراد مکانتشون، مقامشون را، موقعیتشون را پیش خدا از دست دادن، پیش خدا ارزشی ندارن. و رضا بارها عرض کرده هم که اگر انسان از آسمان به زمین بیفته، استخوانهاش تکه تکه بشه، خدا نکرده، این ساده تر و سبکتر از اینه که از چشم خدا بیفته. از چشم خدا افتادن همونو خسارات جاودانه همون. ممکنه یک انسان فقیر باشه، نادار باشه، مستمند باشه، لیکن پیش خداوند کبیر باشه، بزرگ باشه. ممکنه یک انسان مریض باشه، عمرشو در مرض گذرانده، لیکن پیش خداوند به خاطر ایمانش، به خاطر صبرش، انسان بزرگی باشه. ممکنه شما در زندگی صدها مشکل داشته باشید، با ایمان و با صبرت پیش خداوند بزرگی. لیکن اگر از چشم خدا بیفتید، ثروتمند باشید، به چه دردت میخوره؟ قوی باشید، به چه دردت میخوره؟
اینا همه رفتنیه. پیشینیان چه بردن با خودشان که من شما ببریم؟ غنای، ثروت، صحت زن، بچه، همه چیز اینا زائله، رفتنیه. اون چه که پیش خدا میمونه ایمانت و عمل صالحت. و لذا روز قیامت امتاز الیوم ایها المجرمون، ای مجرمان طرف دیگه بایستید. ولذا قهرمانی انسان در اینه که با خدا باشه، موحد باشه. وقتی من شما به دنیا اومدیم، قهرمانی هر انسانی در اینه که بدونه که ارزش خودشو بدونه، خداوند چرا به این دنیا آورده شه، برتری مخلوقش کرده. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما انسانو امانت رو بر انسان ها عرضه کردیم، ببخشید، امانت را، امانت تکلیف را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم. از حملش ابا کردن، ترسیدن، انسان اونو به دوش گرفت لیکن بر خودش ظلم کرد، ظلم و جهول بود. چون این امانت رو بر دوش گرفت، ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم مکرم کردیم، و حملناهم في البر والبحر، بر و بحر در اختیارش گذاشتیم، و رزقناهم من الطیبات، و از رزقهای نیکور نصیبش کردیم، و فضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا، و بر بسیاری از اونچه خلق کردیم اونها رو برتری دادیم، تفضیلش دادیم. پس قهرمانی در کجاست؟ توفیق در کجاست؟ مردانگی در کجاست؟ اینه که بدونید چرا در این دنیا آمدید، بدونید که مکلفید، خداوند مشرفت کرده که به تکلیف داده، این که فقط مطیع خدایت باشید، خدایت را عبادت کنید. بدونید که علت وجودیت تنها عبادت خداونده، بندگی خداونده، بندگی اختیاری، همراه با محبت قلب، همراه با یقین که این چون این عبادت انسانو، چون این بندگی، چون این توحیدی انسانو به سعادت جاودانی میرسونه، هم در این دنیا و هم در آخرت. منافقان، تقیه بازان، امام تراشان، عیسی پرستان، عزیر پرستان، قبر پرستان، مخلوق پرستان چون این ایمانی ندارن، ارزه همه بسوی مخلوقات میرن، همه کور و کرانن اندر این راه، همه با و همه میگویند الله. ولذا ولا تقوم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. یه نمونه رو ذکر میکنه، بر سر قبرش نرو، بلکه به خدا و رسول کفر ورزیدن و مردند و نفاسقن. سردسته تقیه پیشگان، مصلحت پرستان اون زمان، مرجع اون زمان مثل مراجع امروز، ابن ابی، عبدالله ابن ابی بن سلول، وقت مرگش که رسید پیراهن پیامبر رو خواست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم دو پیراهن میپوشد، زیر پیراهن، روی پیراهن، و پارچه بالا رفت منزل، پارچه بالایی بر رفت فرستاد به خاطر فرزندش. چرا پیراهن پیامبر رو خواست؟ یا اینکه خرمقدسی کنه، یا اینکه نه، حقیقت براش کشف شده ولی دیر. پیامبر رحمت الله للعالمینه قمیص بالایی رو بهش داد، لیکن اون اصرار کرد که نه، من اون پیراهنی رو میخوام که به جسم پیغمبر چسبیده. بازم
به خاطر دست آوردن دل فرزندش که مسلمان شده. اما اینجا یه مسئله ای هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بعد از اینکه ابن ابی فوت کرد گفت الان در جهنم سنگی به زمین افتاده که 70 سال در راه بوده، این بزرگی جهنم. قهرمانی در این دنیا اینه که با خدایت باشید بر طبق دستور و پیغمبر، طاعت خدا کنید، مطیع خدا باشید بر طبق دستور و پیغمبر، بر پیغمبر قاصد خداونده. کفر به پیغمبر کفر به خداست. انسانی که به مؤمن به خدا باشه میدونه که دنیا یک ساعته، این یک ساعت رو به طاعت بگذرانه، برای که خداوند به مؤمنین وعده بهشت داده، بهشتی که عرضش طول آسمان ها و زمینه. ورزا در قرآن کریم هر جا که ایمان ذکر شده، ایمان به مبدأ و ایمان به معاد، اینا متلازیم، خدا و روز قیامت. چرا؟ بلکه ایمان به خداوند، ایمان به خالق باید انسان رو به طاعت واداره، به اطاعتش. ولی ایمانی چه درد میخوره؟ ایمانی که به طاعت وانا داره، چون ایمانی به درد نمیخوره، ایمانی که به عمل واداره. و ایمان به روز قیامت برکه هیچ انسانی رو اذیت آزار نرسونید، برکه اونجا محاسبه میشه، نه هیچ انسانی بلکه هیچ حیوانی رو. ولا تصلي على احد، این نهی بر پیغمبره، یعنی من بابا اولا شامل مؤمنان میشه. على احد منهم مات ابدا، بر هرگز بر کسی از این منافقان که مرد نماز نخون. علتش چیه؟ برکه کفر ورزیدن. ما کفر دون و کفر داریم، نفاق به خرج میدن، ما تو هم فاسقون، در حالت فسق میمیرن، این یک حالت دیگه. انسان عادی گاهی بر حسب فطرت سلیم خودش اعمال صالح انجام میده، لیکن نماز پیامبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم بر میت، خود این نماز رحمته. همین که پیغمبر بر میتی نماز بخونه، این نماز جنازه براش رحمته، مغفرت گناهانشه. و امتش که این کار رو میکنه همچنین، رضا واجبه بر میت نماز جنازه بخونیم. اگر در یک شهر بر میتی نماز جنازه خونده نشد، همه شهر گناهکاره. اینو بهش میگن واجب کفایی، فرض کفایی. یعنی چی؟ یعنی اگر عده‌ای بر میت نماز خوندن، این کفایت میکنه، بقیه گناهکار نیستن. اما اگر بر میت نماز نخوندن، همه شهر گناهکاره. چرا؟ برکه وقت شما بر میت نماز میخونید، براش طلب رحمت و مغفرت میکنید، همچنان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده. و پیغمبر بر میت دعا میکنه، از خدا میخواد که اونو به صالحان ملحق کنه، و دعای پیغمبر رد نمیشه، مستجاب پیش خداوند. منافقان و خداوند از چنین دعای بابرکتی محروم کرده. اونم که در وقتی که انسان در شدیدترین حاجاتشه، نیازشه، از این دنیا به برزخ منتقل میشه. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. خب اینجا نهی از کاری، از فعلی که هنوز زمانش نرسیده. ولا تقوم على قبره، بر قبرش نرو، طلب رحمت براش نکن. خب لیکن اینجا خدا میفرماید ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، بر کسی که
بر هیچ کدام از اینها که مرده هرگز نماز نخون، مرده، با وجود که این نهی بر آینده، برای گذشته نیست. یعنی کسی که بعد از نزول این آیه میمیره، چرا خداوند سبحانه و تعالی به جای مات یمیتو به کار نمیبره یا یموتو؟ چرا لفظ یعنی چرا فعل ماضی رو استخدام میکنه؟ مرده. خب اهل علم میگن برای اینکه مرگ همچنان که همه میدونیم یک چیز حتمیه، پیش خداوند مقرر شده و موعد مرگ پیش خداوند نوشته شده، معروفه. یعنی خداوند این موعد در آینده مقرر نمی کنه، مقرر شده، تام شده و این مسلمان رو راحت میکنه، میدونه که اجرش دست بشر نیست. یعنی حتی خداوند هم مرگ انسانو قبل از مرگش به یک ساعت، به دو ساعت، یک شب، یک روز مقدر نمیکنه، بلکه وقتی که در شکم مادرش بوده مرگش مشخص شده و موضوع تمام شده. این یه موضوع. ولا تصلی علی احد منهم، این دلالت بر این میکنه که این امر مختص یک سبب نیست، بلکه بر عموم حکمه. ما یه سبب بر حکم داریم، یک حکم عمومی داریم. سبب و حکم مثل این آیه که بر رهبر منافقان عبدالله بن ابی نظر شده، وقتی مریض میشه فرزندش میاد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، ازش میخواد که پیرهن مبارکشو بده که کفن پدرش کنن، و از پیامبر میخواد که بر پدرش نماز بخونه و براش دلو استغفار کنه. پیامبر به خاطر تألیف قلب فرزندش عبدالله بن ابی که مسلمان شده و نیک اسلام شده استجابت میکنه و عموما انسان کریم نه نمیگه. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در پهلوی عبدالله ابن ابی بن سلول قرار میگیره، بهش میگه که حب یهود هلاکت کرد، برکه این ابن سلول با تحریفگران دین موسی علیه السلام مجامله میکرد، کمکشو میکرد و با مسلمانان نفاق انجام میداد، پیش یهودیان که در مدینه بودن کفرش رو ظاهر میکرد، در میان مسلمانان علکی میگفت من مسلمانم. یعنی یک بامود هوا بود. ابن ابی گفت که ای رسول خدا، من قاصد فرستادم تا برای من طلب مغفرت کنید، نه اینکه منو به اصطلاح انتقاد بکنید. آیه کریمی فرمود که استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. ای پیغمبر، اگر تو براشون استغفار بکنید یا نکنید، این چی رو نشون میده؟ یعنی اینکه کارها دست خداونده، انسان حسابشو با خدا درست کنه و برین سر قبرها بلیسینشون که چی؟ یعنی جز اینکه به خود ضرر میزنید. وقتی پیغمبر خداوند فرمود که اگر 70 بار هم بر منافقان طلب مغفرت کنی خداوند نمی بخشدشون. هر حال وقتی فرزندش چون تقاضایی کرد، پیامبر رفت خونش، پیراهنو براش فرستاد و وقتی دید این پیراهن رویه، گفت نه پیراهن پایینه که به جسد پیغمبر چسبیده، من میخوام. شما نگاه کنی این شخص همون شخصیه که رهبر منافقان که چنان متکبر بود در زندگیش، بر مؤمنان تکبر میکرد که وقتی از تبوک باز میگشتن میگفت که لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن العز منها الاذل، وقتی ما به مدینه بازگردیم با عزتترین ما ذلیلترین ما را از شهر بیرون میکنه. ایناش الان در وقت مرگش
پیرهان پیغمبر رو میخواد. پیامبر هم شان که عرض شد به خاطر خوشنود کردن فرزندش قبول کرد. لیکن طبیعیه بعضی از مؤمنان ناراحت شدن که پیامبر شاگردانشو آزاد آفریده، مقلد مثل مقلدان مراجع امروزی نه ببخشید تربیت نکرده، هر آزاد تربیت کرده. دیدن راحت نبودند با این سخن. وقتی پیامبر خواست که برش نماز بخونه، عمر بین رسول و بین قبله حائل شد، مانع شد. چطور بر این نماز بخونی؟ این همونی که 300 نفر از سلس لشکر رو از جنگ احزاب پس کشید و در بازگشت از تبوک چنین گفت. اینجا بود که آیه کریمه موضوع رو حل کرد. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، از اینها کسی مرد هرگز بهشون نماز نخون. رسول چرا میخواست نماز بخونه؟ بلکه رحمت للعالمینه. وقتی که این آیه نازل شد، یکی از مواردی که عمر با وحی موافقت کرده همینه. یکیشون هم تغییر قبله بود از بیت المقدس بیت الله الحرام. همیشه عمر این تقاضا رو میکرد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمود که ای رسول الله، اگر در مقام ابراهیم نماز بخونید. یکی از امور دیگرش در راجب اسیران جنگ بدر بود که رأی عمر این بود که کشته بشن، رأی ابوبکر این بود که نه، اینا هر کدوم مسلمان ها رو نوشتن و خواندن نوشتن یاد بدن کافیه و بعدم فدیه ازشون گرفته بشه. آیه نازل شد بنابر رأی عمر. اینا رو مؤمنان راحت درک کنن. اگر ملحدان و دین ستیزان این مطالب درک نمی کنن، بلکه قلبشون سیاهه. لیکن بعضی سوال میکنن چطور عمر مگه از پیغمبر بهتره چون حرفی میزنه؟ نه، اصلا چنین نیست. لیکن رسول خدا صلی الله علیه و سلم که در امتش جاودانه نیست که، میخواد اونها رو اسواشون باشه که هر موقع یه رأی نیک رو میبینه اونو بپذیره. حکمت گم خودش فرموده که حکمت گم شده مؤمنه. وقتی میبینه یک رأی یک، پس چرا به خداوند بهش دستور داده که با وشاور هم فل امر باشون مشورت کن؟ بعضی از اسلام ستیزان مشرقان و روحانیت شیعه نمایی که همیشه نشخار کننده شبهات مستشرقانه، میگن که خب شما همیشه میگی عمر چنین کرد، عمر چنین کرد، چرا نمیگی پیغمبر؟ و پیغمبر برای که اگر پیغمبر چنین کرد، خب رسول خداست، حرفی در این نیست. اما وقتی غیر پیغمبر یک کاری رو انجام میده، این دلیل بر اینه که انسان با فطرت خودش میتونه موافقت به حکم خدا کنه، با اونچه که خدا میخواد، بلکه خداوند فطرت رو بر این آفریده. اما پیغمبر با وحی در ارتباطه، طبیعیه. اون بعد از این که این آیه نازل شد، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، دیگه حکم عمومی شد که پیغمبر بر منافقان نماز نخونه. و بنابر این آیه بر منافقان مدعی تشیع نماز خوندن جایز نیست، چه در پشتشون چه در نماز جنازه شون. لیکن اگر عموم مردم کسی نماز خوند، پیامبر نهی نمی کرد، بلکه شب ظاهر می گیره. ولذا اکرام پیغمبر بر هر مسلمانی، بر هر موحدی این بود که برش نماز بخونه. وقتی این آیه نازل شد، بر منافقان دیگه نماز نخون، هم بر منافقان و هم بر کسی که برش دین باشه. ولذا مثلا از اهل میت سوال میکرد که وامی داره؟ وام داره؟ اگه میگفتن بله، گفت که از خانواده‌اش سوال که میخوای دینشو ادا کنی؟ اگه میگفتن نه، گفت خب پس من نماز نمیخوام، کس دیگه نماز بخونه. نه اینکه نماز نخونه. خب اینجا سوالی پیش میاد،
گناه کسی که وامی گرفته چیه که از نماز پربرکت رسول خدا علیه السلام محروم شه؟ جوابش در خود سخنان نیک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم: من اخذ اموال الناس یرید اداءها عد الله عنها و من اخذها یرید اطرافها اطلفه الله. کسی که اموال مردم رو وام بگیره و میخواد وام رو ادا کنه، خداوند در اداش کمکش میکنه، و اگر نه نمیخواد اداش کنه، خداوند اونو تلف میکنه. یعنی اگر این میت قصد ادا کردن دین خودشو میداشت، خداوند کمکش میکرد. اما یه شخصی میمیره، زمین داره، مال داره، پس انداز داره در بانک، این وامدار نیست، برای که از وامش از حسابش داده میشه، این حکم شاملش نمیشه. ولا تقوم على قبره، ما میدونیم که پیامبر اکرم علیه السلام بر سر قبر سید الشهدا حمزه عمش رضی الله عنه میرفت، و همچنین بر سر قبر مؤمنان. لیکن با قبرها، تجارت با قبرها را امروز که مشرکان قبر پرست انجام میدن انجام نمیداد. تنها کاری که بر سر قبر میکرد: السلام علیکم دار قوم المؤمنین، انتم السابقون و نحن ان شاء الله بكم لاحقون، رحم الله المستقدمین منا والمستاخرین. بر میت دعا میکرد، این دعا را میخوند. و وقتی که پیامبر خداوند اونو این آیه که نازل شد، اونو از رفتن بر سر قبر منافقان نهیش کرد. علتش چیه؟ انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا هم فاسقون. خب این که با خدا و رسول کفر ورزیدن مشخصه، لیکن و ماتوا و هم فاسقون، مردند و اونا فاسق بودن. یعنی چی فاسق بودن؟ یعنی مقید به شرع نبودند، مقید به دستورات خدا و رسول نبودند. امروز چند درصد مسلمان ها مقید به دستورات خدا و رسوله؟ خدا رحم کنه. پس این کرونا ها و این درس ها و این سیل ها و این عذاب ها و این رنج ها الکی نمیاد. لیکن فاسق به کی میگن؟ خرما وقتی که از پوستش میاد بیرون، از پوستش که بیاد بیرون، شما پوسته خرما رو بردارید، اگر نخوریدش خراب میشه، میگنده. گویا که شرع دستورات خدا و رسول چون این پوسته است برای انسان که انسان رو حفظ کنه. وقتی ازش خارج بشی فاسق میشید، خراب، فاسد میشید. و رضا منهج خداوند، دستور خدا و رسول یک پوششی است بر انسان تا اونو از فسق و کفر دور نگه داره. خب اینجا یه سوال دیگه پیش میاد: آیا کفر بالاتر از فسق نیست؟ بعد از کفر که گناهی نیست، یعنی گناهی نیست، یعنی که کفر بالاترین گناهه. خب چطور خداوند فرمود که ما تو هم فاسقون، با وجود که اونا کفر ورزیدن، کفر بالاترین گناهه؟ همچنان که عرض شد، کفر عدم ایمان به خدا و عدم ایمان به رسوله و عدم داخل شدن به اسلامه. لیکن فسق نه، عدم التزام به دستورات خدا و رسوله. خودتون رو مقایسه کنید، آیا دستورات خدا و رسول خودتون میتونید میزان داشته باشید؟ خداوند ما همه ما و شما را مؤمن موحد و مقید به شرع کنه، که آیا شما با دستورات شرع عمل میکنید؟ اگر بله خوش به حالت، اگر نه با هر گناهی انسان فاسق میشه، ورسه زود باید توبه کنه. و یه ارزش های در دین هست که ارزش های فطریه، همه کس اونو میدونه. ولذا مشرکان قبل از اینکه اسلام بیاد، وقتی میخواستند خانه کعبه رو بنا کنند، گفتند که ما میخوایم خانه کعبه رو با مال حلال بنا کنیم. ای هنوز که اسلام نیومده، هنوز که حلال حرامش نیست. گفتن نه،
بلکه حلال چیز فطریه. گفتم مال روسپیگری مثلا درش چیز نشه، داخل نشه. اون موقع روسپیارش کار میکردن، براشون پرچم میزدن که اینجا مثلا جای روسپی هاست، شهر نوها، سیغ خونه ها در زمان جاهلیت. تشیع این عادت جاهلیت را مثل بقیه عادات جاهلیتش به اسم صیغه دوباره زنده کرده و شهرهای مذهبی ایران شده صیغه خونه. اونا در جاهلیت قبل از اسلام از اموال این روسپی ها می گرفتن، باشون تجارت می کردن دیگه. اما وقتی خانه کعبه رو بخواستن بنا کنن گفتن نه، از این مال نمی خوان، باید مال حلال باشه. هنوز اسلام نیومده. یعنی چی؟ یعنی فطرت انسان چه بسا که حلال و حرام بدونه، شرع میاد مطابق فطرت. و خداوند ما و شما را مقید به شرع بفرماید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بریم سراغ واتساپ. آقای ابو حمدی، شما نامه آقای عطاءالله مهاجرانی فرستادید که خیلی طولانیه. ابوالفضل بهرامپور، ای از اون خرابیای سوپر مشرک ابوالفضل بهرامپور که جز فقها و مفسرین روافض بود، بر اثر ویروس کرونا به هلاکت رسید و در یک برنامه تلویزیونی پیشنهاد شکنجه و کشتار معترضین آبان 98 را داد. بله، من یادم فیلمش هم گذاشتم اون موقع. این آقایی که دستور کشتن مردم را میداد، ببینید که با سرباز خدا که همه چیز سرباز خداست و یک کرونا چطوری از بین رفت. آقای نارویی، روش آخوندها برای شیعه کردن و جواب. سلام، رحبت به. اینو گذاشتم، من قبلا گذاشتم. این آقا خودش یک صوفی سوپر مشرکه، از شیعیان بهتر نیست، یعنی شرکش از شرک شیعیان کمتر نیست. قبلا هم گذاشتم براش. ادعا و دروغ شاخدار آخوند قرائتی. آقای محمد افغان، جزاکم الله خیر. دکتر رازی، برنامه های تفسیر و ترجمه قرآن شما بسیار شیرین و آموزنده، خواهش میکنم سلامت باشید. بریم سراغ ادعا و دروغ شاخدار آخوند قرائتی.
سخنی داریم با حجت الاسلام محسن قرائتی. حتما با ایشون آشنا هستید، چهره‌ای که سالها نماینده ولی فقیه آیت الله خامنه‌ای در نهضت سعادت‌آموزی بودند و همچنین درس‌های قرآن کریم ایشون از شبکه‌های ملی و شبکه‌های البته بازی با قرآنش، درس‌های قرآنش بازی با قرآن های در واقع ملی و یا شبکه‌های به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران برای شما معروف و مشهور هستند و حتما می‌شناسید، با جوکایی که میگه، با صحبتهایی که مطرح میکنه و عموما مردم رو میخنداند و طرفدارانش ازم این 10 دقیقه اگه میخوای بفرستید مختصر بفرستید، این 10 دقیقه 10 دقیقه نمیتونم بذارم. جندالله کرونا سردار حسین اسداللهی آقای ابو همدین از فرماندهان بزرگ سپاه پاسداران و از کمک کنندگان با قاسم سلیمانی در کشتار اهل سنت در سوریه، عراق و یمن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا به هلاکت رسید. خدا را شکر. دعای اطفال سوریه این در دنیا و در آخرت باز بسیار شدیدتر. دست شما درد نکنه آقای ابو همدین که چیزای عطاالله مهاجرانی شاید اساساً فرد خب ایشون می نویسه که وقتی حضرت محمد به عنوان آخرین پیامبر خدا فرستاده خود را به دربار ایران فرستاد، ایرانیان هیجان زده با توهین به فرستاده و گوینده پیام وی را از دربار بیرون راندند و نامه وی را پاره کردند. همین بهانه شد تا ایران به دست عمر فتح شود. نه، این بهانه نشد. این پیامبر فرمود بود که خداوند ملکش همچون که نامه را پاره کرده ملکش را تک پاره کند و این چنین شد. این دعای پیغمبر بود. این یک. بعدم خود ساسانیان مزدورانشون را بر حمله به مسلمانان بسیج کرده بودند، چه در یمن چه در عراق. مثل الان چطوری الان موبد و موبدان آقای خامنه ای در عراق و در یمن از مزدوران خودش استفاده میکنه که بر کعبه مسلط بشه. اون موقع شبیه همین بود، یا اینا شاگردان اونها. بله، نداشتن فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک توسط ایرانیان در مقابل اعراب بادیه نشین همان شد که میدانیم ایران زیر سم اسبان عربی تاخته شد. اینم حرف چرندیه. اعراب اومدن اسلام رو به عنوان یک نجاتگر، به عنوان که ناجی به ایران آوردن و ایران بهترین دوران پر افتخار شد در زیر سایه اسلام گذران. لیکن این آقا میخواد چی؟ دل ایران پرستان رو به دست بیاره. وقتی ایرانیان فرستاده و تجار مغولان را کشتن، صدها هزار کشته دادن و خاک ایران زیر سم اسبان مغولی به آسمان میرفت. اونا به فتوای آقای کی؟ بعدها به آقای مفتی شیعه، مرجع شیعه آقای توسی. اینجا هم ایرانیان فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیکی درباره مغولان از پیران نداشتند. وقتی ایرانیان به سفارت روسیه تزاری حمله بردند، انتقامش را در عهدنامه ترکمانچای گلستان پس دادند. اینجا هم فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک نداشتیم. وقتی به سفارت ایران حمله شد، تاوانش را تا 37 سال با تحریم و جنگ دادیم. خب اون موقع شما چرا ساکت بودی؟ اون همون موقع که آقای بازرگان، آقای بنی سعد موضع گرفتن، چرا شما موضع نگرفتید؟ و
وقتی 4 سال پیش به سفارت انگلستان حمله شد، تمام خساراتش را حتی شیشه شکست شده مشروبات الکلی را پرداخت کردیم. اینجا هم فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک نداشتیم. و چند وقت پیش که به سفارت عربستان حمله شد، تمام تاریخ یادم آمد. ولی خب چقدر باید خسارت بدارزیم. تاریخ برگشت سر نقطه شروع نبود. فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک. خب ما اصولا و بنیادین بلد نیستیم حرف بزنیم، مخصوصا با جهانیان. یعنی زبان دیپلماسی در زبان و فرهنگ ما تعریف نشده است. خب حتی بین پدر و مادر و فرزندان و حتی توی این صفات مجازی و توی خیابان و وقتی ماشین هامو به هم میخوره، بین همسایه ها اول میزنیم تو سر و کله هم، بعد میزنیم سراغ قانون. جهان سر به سر حکمت و عبرت است. رمز پیشرفت امریکا و اروپا میدونی چیست و از کجاست؟ فراز عقلمندگی ما هم از کجا ناشی میشود؟ یک مسلمان سیاه پوست کنیایی سیاه پوست حسین اوباما به امریکا مهاجرت میکند و پسرش بعدن میشد باراک حسین اوباما رئیس جمهور. یک خانواده پاکستانی تنگ دست در اواخر دهه 60 میلادی به انگلستان مهاجرت میکند. خانواده 9 نفره، 6 پسر و 1 دختر در خانه متعلق به شهرداری زندگی میکنند. پدر راننده اتوبوس است و مادر خیاطی میکند. پسرشان که حالا 46 ساله است میشد شهردار لندن، شغلی که علی القاعده با نخست وزیر پهلو میزند. رقیبی که در انتخابات شهرداری لندن شکست خورده است هم تماشایی است. زا گولد اسمیت فرزند یک خانواده اصالتاً یهودی آلمانی میلیاردر که در بهترین مراکز آموزشی انگلستان از قبیل کالج ایتون و دانشگاه کمبریج درس خوانده و خانوادهش همیشه با مرکزیت دولت و خاندان سلطنتی رابطه نزدیک داشته است. ریاست جمهوری اوباما و شهردار شدن صدیق خان این افق را در برابر دید تمامی مهاجران مسلمان و غیر مسلمان خانواده فقیر متوسط میگوشاید. نه، برای همه نمیگوشاید. بیا بنده 22 ساله اینجام، چون از اسلام حرف میزنم، لایک نیستم، بیدین نیستم، دقت میکنید؟ هنوز یه پاسپورت ندارم. لیکن برای کسی که از هویت خودش دست برداره، حرف از اسلام نزنه، بله این مجالا براش واضح، از دین خودش دور بشه. اگر تلاش کنن میتونن به عالی ترین موقعیت های سیاسی اجتماعی، اگر تلاش کنن به شرطی که از دین خودشون دست بردارن یا حرف از دین خودشون نزنن. دین و قومیت و جنسیت هیچ کدام صد راه نیستن. نه خیر، درست نیست، صد راهه. بنده مشکلی که با من دارن دقیقا در همین نقطه. بله، از اول ژانویه 79 قرار بود دلار فلان، بله دلار اوپک جایگزین دلار امریکا در نظام پولی دنیا شد. در ایران شورش به راه انداختند تا اوپک عقاب خود را از دست بدهد. بله، و این تغییر ارزی هیچ وقت اتفاق نیفتاد. ما مردم ساده لوح ایران خیال کردیم که انقلاب کردیم. زمانی که 21 میلیارد دلار پس انداز در امریکا داشتیم و بیش از 40 میلیارد قرارداد در ایران، 52 امریکایی را گروگانمان کردند تا امریکا بدون حمله به ایران یک شبه بیش از 60 میلیارد دلار پول ما را بلوکه کرده و بالا کشد. خب اینا که دیگه و امروز 37 سال است که اینو شما در اسفند 98 نوشته که نوکریشان و خدمتشان هستیم، اما با دهان کف کرده ما به امریکا میگویم تا که پارچه بی ارزش شکل پرچمشان آتش میزنیم. آنها هم ریش و حماقتمان میخندند. خب شما وزیر ارشاد بودید، اون موقع این حرفا رو میزدید، الان که آسونه. آقای جلیل از افغانستان، علیکم السلام. رسوا شدن یک آخوند مکار و خرافاتی مچش گرفته شد که داخل بیمارستان نفوذ کرده بود به بهانه که بیماران را شفا میدهد و تخت به تخت بالا سر بیماران میرفت و یک چیزی را از جیبش در می آورد که کس هم نمیفهمد که چیزی است، تو دهن بیماران میذاشت که بعد از مدت کوتاهی یکی بعد از دیگری مردن. بفرمایید آیا وارثین فوت شدگان میتونن از این فرد به خاطر قتل عمش کنن؟ 100%. این فاجعه فیلمش موجود است، بیماران کرونایی. خب این باید فیلمش شما اول میفرستادید،
بعد این ادعا رو میکردید. آقای جلیل، حرف زدن که آسونه، فیلمش رو باید میفرستادید اول. سلام، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید. من دعا بر آزادی زندانی میخواستم، تو رو خدا کمکم کنید اگر دعای خاصی داره. همین که ای خدای بر زندانیان ما فرجی بیار. تا جان دعای عمومی، دعایی که بر رفع ضرره. اگر زندانی گناهکار، خدا من توبه نصیبش کنه. اگر بیگناه، خدا آزادش کنه. چرندیاتی آخوند درباره حجاب. دیدگاه آیت الله حیدری درباره حجاب. دکتر آیت الله عظما صد کمال حیدری، ایشون که آدم فرهیخته ایه. شما میبینید احکام یه پیغمبر آورده، بعد 20 سال اونا رو چیکار کرده؟ نسخ کرده. یعنی در اون حکمی که قبلا آورده حتی قدرت زنده موندن بیشتر از 20 سال چی؟ نداشته. نه اینطوری نیست، این حق درست نیست. بعضی از احکام نسخ شده چون از ابتدا موقتی بوده. اون احکامی که مربوط به 1400 سال قبل چی؟ 14 قرن بکشه اجرا بشه. 14 قرن. نه. پس اولا این مقدمه اشتباهه. ناسخ بعضی و منسوخ بعضی از احکامان. وانگه شیعه که ناسخ منسوخ اصلا قبول نداره، که شیعه و یهود هر دو ناسخ منسوخ قبول ندارن. لجان خود میبینید از نظر عملی اومدن دیدن 90% قابل اجرا نیست. چرا احکام حدود رو اجرا نمیکنه؟ بله. چرا احکام دیات رو اجرا نمیکنه؟ ممکن. چرا اجرا نمیکنه؟ خب درست نمیگن، اونا که میگن بابا این شرایط اصلا قابل اجرا کردن. پس این احکام حدود و دیات و نمیدن فلان مربوطه به چیه؟ به شرایط خاص. و 90% احکام زنها همینطور. بله. که مربوطه به چی؟ عدالت اون زمان بوده، عدالت به شرایط فرد. آقا لایکا هم که همینو میگن، که مگه لایکا چی میگن؟ عجب حرفیه. این هم افراط و تفریط چرا آخه؟ از افراط از یه طرف امامت و بالاتر از نبوت میدونید، بعد تفریط میکنی احکام دین رو همه رو منسوخ میکنی؟ رهنگی و اطلاعاتی زن اون زمان بوده. طبیعی هم باید بیشتر از اینم داده بدنش حق اصلا درست نبوده. چون نه درس خونده، نه اطلاعات رفته، نه دانشگاه رفته، نه 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 الی آخری. خب به عنوان چی بگن شما قوامیت دارید و جزء تدبیر خانه است؟ اصلا چی بلده تدبیر کنه؟ نمیتونه. صرف به انتفاع موضوعه. بفرمایید. کم کم آخوندهای شیعه اینجوری هند، از افراط و تفریط، یا زنگی زنگی یا رومی رومی. واقعا چرندیاته. فکر نمی کردم که ایشون همچی حرفی بزنه. آقای عبدالاحد از شیراز. چشم. از برادران افغان هستید آقای عبدالاحد. آقای یاسین خان.
میگویند بر میت کسی که بر اثر کرونا مرده نمیذاره نماز جنازه بخونه چطور میشه؟ اگه نمیذارند که از قدرت انسان خارجه، لیکن باید خونده بشه. نماز جنازه واجبه. نماز جنازه که از دور میخونه، نزدیک نمیخونند که، یعنی دست که نمیذارند که اثر بذاره. نماز جنازه بر مسلمان واجبه. یک آخوند بدون ماسک و لباس مراقبتی در بخش عفونی تردد میکند. نکنه همونه که دهن مردم چیز میذاره که بمیرن کرونا پخش میکنه. نکنه برادر افغان مقصودش همین بود. چی بهش میده خدا دانه؟ آخه این بیمارستان بیدار و پیکره که میذارن آخوند چونی غلطی بکنه؟ پوت جوانی که دو روز پیش توسط یک آخوند در بیمارستان لمس شده بود. جوانی بله این همین آخونده ها، همین آخوند خودشه. هر جا میری یک چیز دهنشو میذاره. دجال های زمان هستند، اینا هر کار میکنن. هشدار ایتالیا به جهان: کنترل در دستمان خارج شده، در خانه ها بمانید وگرنه این سرنوشتان خواهد شد. بله خدایا پناه بر تو. پاندمی کشنده و به زانو در آمدن بیمارستان ها در شمال ایتالیا. پزشکان میگویند دیگر حتی تعداد فوتی ها را نمی شمارند تا به امروز چیزی شبیه این ندیدند و به کشورهای دیگر هم پشتو می دهند. نبردی نابرابر، سربازان تا آخرین نفس ها جانانه می جنگن، اما در نهایت شکست می خورن. شمال ایتالیا، برگامو و لومباردی، همه گیری کشنده از کنترل خارج شده. هر دقیقه انبوهی از مردم با علائم شدید ابتلا به کووید 19 به بیمارستان مرکزی شهر میرسن. جمعیتی بسیار بسیار فراتر از امکانات موجود. اینجا دیگه حتی به بخش مراقبت‌های ویژه هم شبیه نیست. هیچ کس آروم و قرار نداره. مرگ و زندگی همشهریانی که وقتی میرسن نفس‌هاشون هم بالا نمیاد. الله. پزشکان و پرستاران بیوقفه تلاش میکنن. الله. حتی یک ثانیه هم به استراحت فکر نمیکنن. هنوز یکی به دستگاه وصل نشده، دیگری از راه میرسه. هیچ کس فکرشو نمیکرد کار به اینجا بکشه. سرعت این همه گیری لعنتی همه رو غافل گیر کرده. این یکی مثل آنفولانزا نیست، یک بیماری تنفسی مزمنه که درمانش آسون نیست. بلایی وحشتناک که هر روز صدها نفر رو از پا در میاره. دکتری که اینجا کار میکنه میگه تا حالا همچین چیزی ندیده و حالا بقیه باید حواسشون به اتفاقات ایتالیا باشه و بدونن که فاجعه سراغ اونها هم میاد. مردم فکر میکنن این بیماری هم مثل آنفولانزاست، درسته؟ نه نه، به هیچ وجه اینطور نیست. این یه زاتوریه است، اونم از نوع خیلی حادش. خیلی خیلی گسترده است و میتونه هر سیستم ایمنی رو از پا بندازه. بیمارستان لومباردی یکی از مجهزترین بیمارستان‌های کل اروپاست، اما حالا حتی شباهتی به یک مرکز مجهز و آماده نداره. اینجا همه توی صف انتظار ایستادن، توی راهروها، توی اتاقای ویزیت و حتی توی بخش‌ها. رسیدگی به نصف اونها هم ممکن نیست.
این داستان همه بیمارستان های شمال ایتالیا است. ظرفیت ها از خیلی وقت قبل پر شدن و تخت کافی نیست. ماشین های تنفسی هم استفاده شدن. و حالا دکتران که باید تصمیم بگیرن کی زنده بمونه و کی نه. اونا از همه مردم دنیا میخوان از داستان ایتالیا درس بگیرن، خونه هاشون بمونن و از دستورات قرنطینه پیروی کنن، یا اینکه به سرنوشت ایتالیایی ها دوچار بشن. پیشنهادم اینه که همه جاهای غیر ضروری رو ببندید، تو خونه هاتون بمونید. اگه اونچه سر ما اومده اینجا سر شما هم بیاد، دیگه نمیتونیم مدیریتش کنیم. میتونم ازتون بپرسم خودتون چه حسی دارین؟ من شخصا تو عمرم انقدر استرس نداشتم. خیلی مریضای بدتری دیده بودم که یهو بدون هیچ دلیلی مردن. اما این بار میدونیم که امکاناتمونم کافی نیست. از پسش بر نمیاییم. حدود 100 نفریم اینجا، اما همه تلاشمونم بکنیم کافی نیست. ما اینجا داریم نمونه هایی که از بینی مراجعه کنندگان گرفتیم رو آزمایش میکنیم، ببینیم کرونا دارن یا نه. مشکل اصلی اینه که حالا بیماری همه جای دنیا رو گرفته. وقتی منحنی بیماری بالا میره، یک میزان شیوعش سرعت میگیره. در نتیجه همه تجهیزات آزمایشگاهی، بیمارستان‌ها و امکاناتشون به کار گرفته میشه و دیگه چیزی برای بیماری جدید باقی نمیمونه. ایتالیا هزاران هزار نفر رو تست کرده. هرچند نزدیک به 4000 نفر بهبود داشتن، اما همینقدر هم جونشون رو از دست دادن. واقعیت اینه که تعداد بهبودی ها و درگذشتگان برابره. به نظر میرسه اگه شما مراقبت های لازم رو انجام دادین بهبودی پیدا میکنین، و الا ممکنه شما هم بمیرین، چیزی که حتما دوست ندارین. چیزی که در این تصاویر دیدید یک فاجعه وصف نشدنی است که ابعاد اون واقعا مشخص نیست. اینا به اون آخر زمان میگن. به نظر میاد زیادم بیراه نباشه. ایتالیا یک کشور صنعتی و پیشرفته است که حالا به این روز افتاده. سوال این که اگه مردم توی ایران کرونا رو جدی نگیرن چه اتفاقی در انتظارشونه؟ خدایا پناه بر تو. کرونا در ایران، مغازه‌های اطراف حرم در شهر قم با تأخیر یک ماه بالاخره بسته شد. الان تازه وضعیت بهشت معصومه قم. امروز جمعه است، اینجا قمه، بهشت معصومه است. اینم قطعه جدیده، این برم دارن خالی میکنم. به نظر میاد قرار جنازه های جدید بیاد. اینو میگیرم برای گزارشگر خوبه منو تو. اینجا بهشت معصومه قم هستش. این قسمت کودکان نوزادی بوده که فوت شده بودن. اون بالا جدیدیان، این پایین قدیمیان دارن تخریب میکنن که واسه جنازه های جدید مریضایی که فوت میشن بیارن این سمت. اون سمت که فیلم گرفتم دیگه جا نداره. اینو میگیرم برای گزارشگر خوبه منو تو. خب دوستان اجازه بدید چند دقیقه بعد شالا که برمیگردم. What?